سلام به دوستان عزیز و به بینندگان برنامه شاخه های این درخت کهن من خیلی مقدمه گفتم مقدمه چینی کردم بر روی مسائل اجتماعی فرهنگی این قرون هشتم نهم نه دهم و اینکه ما چگونه اه اون برجستگی های فرهنگیمون رو و اون روند رشد فرهنگی من رو به دلیل مسائل سیاسی حجوم اقوام بیگانه و تسلط اینها در دراز مدت آرام آرام از دست دادیم و پرش رفت و کمش ماند این زمینه اجتماعی مناسب برای روی کار آمدن صفویه مطلبی است که در کتاب های تاریخی زیاد روش بحث نشده که چه شد که در ادواری که مردم اهل شمشیر مردم محتشم می آمدند و با ضرب سوار نظام و پیاده نظام و شمشیر و قلعه کوب و چه و چه سرزمین ها رو تصرف می کردند و خودشون رو به پادشاهی می رسندند. یک باره یک خانقاه و یک گروه درویش صوفی که مدعی صوفیگری هستند به مقام شاهی می رسند و پیوند بسیار محکمی به وجود می آورند بین یک شعبه ای از دین اسلام به اسم تشیع با حکومت در حقیقت در حکومت خودشون تکه میکنن به تشیع حالا که ما امروز میبینیم که مردم اهل تشیع یا به طور کلی مردم اهل شریعت دشمن خونی این صوفی ها و عرفا و دراویش هستند و هر دوی اینها در مقابل هم قرار این جمع ازداد چی بود چطور شد که یک نهله صوفیگری میاد تمام تکیه خودش رو برای رسیدن به قدرت میگذاره روی تشیع یعنی در حقیقت یک شعبه از دین اسلام که اکثریت هم نداره که در طول قرون و اثار گذشته مجموعاً 20 تا 25 درصد جمعیت ایران شیعه بودند و باز من مقدماتی عرض کردم به حضورتون که چگونه شد که این مردم شیعه شدند عرض کردم به حضورتون که شیعه محل تمرکز معترزین به خلافت بود در حقیقت یک واحد سیاسی بود بیش از اینکه مذهبی باشه دلیل رشدش هم در ایران این بود که ما در ایران مردم ایران عادت داشتند آموخته شده بودند به مسئله وراثت در سلطنت و اعتقادشون بر این بود که حتی این بچه سه ماهه که از شاه باقی مانده باید تاج رو به سر اون گذاشت و او رو بر اورنگ شاهی نشاند به دلیل اینکه این آدم فرح ایزدی داره خب فرح ایزدی یک تعریف مبهم بسیار پیچیده بود که تو دلش قدرت عدالت توجه به امور مردم نمیدونم راستگویی اونچه که سرلوحه دستورات مذهبی زرتشت بود در این جا داشت بگذاریم که وقتی ما میگیم فرح ایزدی پیش از به وجود آمدن دین زرتشت یا رسمیت یافتن دین زرتشت جزء اعتقادات ایرانی ها بوده داستان جمشید رو ما در شاهنامه داریم خب داستان کاوه آهنگر و جمشید و فریدون اینها خیلی پیش از این است که زرتشتی ظهور کرده باشه حتی این افسانه ها چرا ساخته شده به دلیل اینکه این اعتقاد رایج وجود داشته و در دین زرتشتی کلاسه شده مرتب و پشت سر هم دیگه قرار گرفته حال اونچه که مهمه در تمدن بعد از اسلامی ما ایرانی ها به شدت پیرو این نظریه بودیم به شدت میخواستیم که عادت داشتیم به اینکه پادشاه ما از طریق وراست به شاهی رسیده باشه در زمان ساسانیان مواردی پیش آمده که حتی تاج گذاشتن روی شکم حامله همسل پادشاه سابق که فرزندی که میخواد به دنیا بیاد این فرزند شاهه شاپور دوم دوران سلطنتش چند ماه بیشتر از طول عمرش بوده برای که موقعی توی شکم مادرش هم بوده شاه بوده این اعتقاد راسخی که مردم ایران داشتند اما پیوند دین و حکومت منشأش از نامه های تنسره که امروزه به نامه تنسر خلاصه شده حالا که اصل قضیه این است که نامه های متعددی یک موبد موبدانی می نوشته برای اسپه بودان مازندران و منطقه دریای خزر که شما به ما بپیوندید شما دستورات شهر انجام بدید و باجگذار حکومات مرکزی باشید اونها جواب میدادند که ما شنیده ایم که پادشاه شما خیلی خون می ریزه، خیلی آدم میکشه حقیقت امرم این بود به دلیل اینکه پادشاه اول ساسانی میخواست ریشه اشکانیان رو از زمین بکنه بیرون و مقطوع کنه در نتیجه هر کسی که نسبتی با اشکانیان داشت در هر نقطه ای ایران باید کشته میشد اینها معمولا فرار میکردند به نقاط دوردست دست میرفتند ولی این ساسانیان میرفتند میگشتند پیداشون میکردند و میکشتنشون شاید به این دلیل که همیشه به عنوان آلترناتیو سلطنت اینها وجود داشتند و از این بابت خطرناک بودند بگذاریم نامه های تنسر توضیحاتیه به اسفه بودان مازندران که حکومت بدون دین نمیتونه پایدار باشه یک دو مردم شرند اگر مردم رو رها کنی شر از حد میگذره و این خونریزی هایی که ما امروز میکنیم برای این است که شر مردم دست جمعی مردم بالا نزنه و خونریزی های بیشتری بشه این خونریزی ها این آدمکشی ها برای جلوگیری از خونریزی ها و آدمکشی های بیشتره بنابراین در فلسفه سیاسی ایران یک چیز هم مهرش خورد و ثابت مون این که مردم شرند مردم میباید تحت کنترل شدید باشند در غیر این صورت شر به پا م... آشوب به پا میکنند به خانه های همدیگه می ریزند همدیگر می کشند اموال همدیگر می برند. این نظر رو شاه باید برقرار کنه در نتیجه شاه میشه مرکز تمام قدرت های موجود در یک سرزمین تمام تصمیم ها و تمام مراتب اجرایی به وسیله شاه تعیین میشه حتی مسائل اخلاقی جامعه چرا برای اینکه اومده موبد رو آورده کرده همکار خودش نمیدونم اسیستان خودش چی بگم این پیوند دین و دولت در زمان ساسانیان یک معنای مثبتی داشت یک بار مثبت داشت اون این بود که در دین زرتشت اینو من قبلا هم به اختصار اشاره کردم. در دین زرتشت به طور کلی یک دین گیتیانه بود. یک دین آسمانی نبود. دینی بود که دستوراتش برای پاک نگه داشتن زمین باد، آب و خاک بود. و آتش بود. دینی بودش که به مردم پیوسته دستور میداد که زمین رو آباد کنید اگر گاتاها رو شما بخونید میبینید تو اون گاتاها مقدار بسیار زیادی سوال و جوابی هست از یا آدمی از شخص زرتشت یا یک مود بزرگ که میگه کدام زمین سعادتمند تره در دنیا و او جواب میده زمینی که روش کشت شده باشه زمینی که در آن درخت کاشته باشن زمین ش... یکی یکی شهر میده زمینی که آبیاریش کردند و حاصل خیزش کردند این گیتیانه بودن دی... اصول کلی دین زرتشت میتونست یک پیوندی داشته باشه با سیاست میتونست همکار دولت باشه به دلیل که عمده ترین کار حکومت ها دولت ها شاه ها بعد از ایجاد امنیت و جلوگیری از هجوم بیگانگان چه بود؟ رونق مملکت بود پولدار شدن مردم مرفه شدن مردم جلوگیری از گرسنگی بسیاری چیزها بود که در زمان باستان جلوش نمیشد گرفت مثل وبا و تاون ولی مسائل دیگر رو حکومت ها روش دقت میکردن کار میکردن چرا برای اینکه یک پنده یا یک اصل کلی دینی پشت سر این کار وجود داشت ما بینیم زمانی که دین زرتشت وقتی که مدون میشه حکومت‌های ایرانی پادشاهان ایرانی دوره ساسانی به مدد همین دستورات زرتشت که میتونند در میان جمع مردم مقبولیت به دست بیارند و کارهایی بکنند که دین دستور داده این است که ما میبینیم در دوران ساسانی زمین خشک بی آب کمتر پیدا می شده باغ متروکه کمتر پیدا می شده. ما حتی چند تا از پادشاهان ساسانی رو در تاریخ خانده ایم که اینها راه می افتدن. در گوش و کنار مملکت که زمین خالی افتاده و بیکار ببینند و بعد بگن این مالی کیه چرا این بیکار افتاده چرا توش کشاورزی نمیشه چی کم داره با بزرگان محل با صاحبان زمین صحبت میکردن مشکلات رو میشنیدند و میفهمیدن مثلا اینجا دچار کم آبیه اینی که مسئله آبرسانی در ایران به چنین عظمتی میرسه و بلا فاصله بعد از ساسانیان هم متروک میشه و آرام آرام اهمیت خودش رو از دست میده اهمیتش رو از دست نمیده خودش رو از دست میده و از بین میره برای این است که اون دستورات دینی پشت سر این حکومت و دولت بوده دقت اگر بکنیم میبینیم که این دین زرتشت دوازده تا ایزد داشت که این ایزدان شد نام ماهای سال در ایران و همچنان برای ما مونده مثل از فروردین تا اسفند البته بعضی از این ماها کمی جابجا جا شدند مثلا تیر ماه محلش در گذشته شاید آبان یا آذر بوده حالا اون مطلبی دیگر است ولی این دوازده ایزد خیشکاری این ایزدان نوشته شده است در متون اوستایی همه میشناسیم ما اینا رو هیچ کدوم اینها هیچ نیروی غیبی به ما نمیدادند یا حامی آب بودند حامی ایزد آبیاری و تمیز نگه داشتن آبها بودند ایزد باروری زمین بودند ایزد باروری احشام بودند که گاف ها چجوری پرورش بده بکنند گوسفندان چجوری پرورش بده کنند و چگونه از اینها شیر بیشتری میشه گرفت یکی یک این دوازده ماه یک خیشکاری زمینی داشت البته یک خیشکاری آسمانی هم داشت نه اینکه قطعا زمین ولی این دین دینی بود که میخواست زمین رو اداره بکنه این دنیا رو اداره بکنه اشکالش چی بود؟ اشکالش فقط روحانیت زرتشتی بود هر روحانیتی وقتی شما دین رو به دلیل اینکه دین اصولش پشتوانه مادی نداره اصولش پشتوانه معنویه در نتیجه فرد روحانی در هر دینی کشیش موبت ملا نمیدونم هر دینی فرقی نمیکنه وقتی با قدرت پیوند پیدا میکنه و قدرتمند میشه میخواد ادعا کنه که من چیزی بیشتر از اینی که شما میبینید هستم چرا برای اینکه مردم رو وادار به پیروی از خودش بکنه برای اینکه مردم رو وادار کنه از پیروی از تمامی دستورات خودش ناچارن متوسله به دروغ میشه این دروغ ادام مثلا برای براتون مثال بزنم ما یه موبد موبدان داشتیم در دوران اردشیر بابکان این تنها موبدی است و تنها فرد غیر شاهیه که ازش در ایران کتیبه باقی مونده یعنی این ادام خیلی قدرتمند بوده خیلی دستش به قدرت باز بوده که دو ساته کتیبه سنگی از خودش باقی گذاشته در جاهای مختلف ایران هنوزم هست. در یکی از این کتیبه ها ادعا میکنه که نیروهای غیبی، نیروهای اهورایی از من محافظت میکنند. من برای اینکه بیازمایم که چقدر مورد علاقه و تحبیب زرتشت و اهورا مزدا هستم، سینم رو اوریان کردم. و سرب مذاب رو ریختم روی سینم وقتی این سرب مذاب روی سینه من ریخته می شد من احساس می کردم که گلاب خونکی آب خونکی روی سینه من ریخته میشه. من اصلا این حرارتش رو لمس نکردم درک نکردم و هیچ سینه منم هیچ آزاری ندید و هیچ اثری از سوختگی هم در سینه من به وجود نیامد. با این ادعای دروغ پایه راهنمایی مردم بر اساس دروغ واقع میشه چرا به دلیل اینکه از این موزه قدرتی که به دست آورده داره ثروتمند میشه آتشکده ها در نقاط مختلف شهرها روستاها بیابونها همه جا وجود دارند و این آتشکده ها نزوراتی دریافت میکنند از طرف مردم و این میشه سروت های عظیم چه بسا نزوراتی که آتش کده ها دریافت میکردن برابری میکرده با جمع مالیاتی که دولت با قهر و به زور شمشیر از مردم میگرفته سروت های معابد دینی کم نبوده خیال نکنید که ما در قرون اخیر گنبد درست کردیم، گنبد طلا درست کردیم برای معابدمون. معبد کنگاور که محل پرستش آناهیتا بوده در زمان اشگانیان گنبد طلا داشته. و بالاترین حد ها از نظر توحفه های گران قیمت و نفیسی که در اونجا جمع شده بوده اینجا شده بوده مرکز بزرگترین ثروت های منطقه اون منطقه دنیا در کنگاور نزدیک همدان آثارش هنوز باقی است اینقدر اینجا ارزشمند بوده که یک بار پادشاهان سلوکی جانشینان اسکندر اونجا رو قارت میکنن که بودجه مملکت رو باهاش تنظیم کنن باز وقتی دو, دو بی پولی بیپولی میشن و میخوان بودجه ای فراهم کنن برای جنگیدن گمبد رو خراب میکنن تلاهاش رو آب میکنن و با اون تلاها سکه میزنن و باز پولدار میشن میرن باش جنگ میکنن یک معبد فقط حالا فکر کنید که تمام آتشکده ها در سر تا سر ایران دارن چنین نزوراتی دریافت میکنن پیوند مردم با این آتشکده ها به دلیلی که اینها کاربردهای های زمینی داشتند ناگزستنی بوده یکی از اندرزهای زرتشتی این بوده که حشرات موزی رو اگر بکشید ثواب داره سوسک و موش و اغرب و مار و این جوجزا رو بکشید اینا که سمند و کسافتند و ناقل جرسومه و کسافت هستند مردم وقتی یک کجدم اغرب یا یه مار میکشتن برای خوشنودی موبت میرفتن به آتشکده محله و اینا نشون میدادن میگفتن ما اینو کشتیم و موبت اینا رو دعا میکرده این پیوند رو چگونه میشه پیوسته نگهش داشت با معجزه با دروغگو دروغگویی های این چنینی وقتی این دروغ ها رو تو میگی و انبوه مردم به دلیل ایمانی که دارند از تو میپذیرند میری رو دروغ بالاتر 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 و ادامه میدی در حقیقت روحانیت تمامی ادیان عمل کردشون تحمیق مردم میشه و همینطور باقی میمونه این یه سنت پایداری میشه برای قرون و اثار بعدی همین امروز شما میبینید که امام جمعه ایرانی قرن بیست و یکم در حالی که همین حکومت میخواد بمب اتمی بسازه نمیدونم میخواد هواپیمای جنگی تو مملکتش منتاش کنه موشک قاره پیما بسازه امام جمعه میره روی منبر و میگه آقای ما وقتی به دنیا اومد فریاد میزد داد میزد یا علی یا علی شما خیال میکنین که چند درصد مردم همین حرفو باور کردند درسته من و شما جزء ناباوران هستیم ولی گروهی هم هستند که این حرف رو باور کردند به این میگم انحطاط تحمیق توده های مردم روحانیت ساسانی هم چنین کرد بگذاریم از اینکه همون نوشته ها همون دستورات همون راهنمایی های روحانیت زرتشتی امروز به ما اطلاعات بسیار زی قیمتی میده مثلا ما امروز به راحتی میتونیم بفهمیم که زن در جامعه ساسانی چه مقامی داشته البته من در حیرتم حالا داخل پرانتز که من از نو جوانی تا به حال هر وقت یه ای رو ورق زدم دیدم یه آقایونی که کاملا هم حالا حالا دارم میفهمم که این آقایون چه دست مردمانی هستند. آقایونی هستند که نه کتابی خوندن نه سوادی دارند، نه درس اکادمیک خوندند، اما خیلی خوششون میاد که به زن بچهشون به فامیلشون بگن ما نویسنده ایم ما تاریخدانیم ما محققیم میشینن مقالاتی می مقام زن در دوره ساسانی که یک سر سوزن این حرفا با واقعیت تطبیق نمیکنه و من نمیدونم این اطلاعات از کجا برمی دارن میارن اما شما اگر کتاب ارداوی رافنامه رو بخوانید متوجه میشید که زن در جامعه ساسانی در چه ای در چه مقامی ایستاده بوده و چه وضعیتی داشته چه شرایطی برای زندگیش داشته به راحتی از روی همون مجازات هایی که ارداویراف داستان ارداویراف خیلی داستان شیرینیه کش پیدا میکنه مطلبمون چه اشکال داره داریم حرف میزنیم زرتشتی ها معتقد بودن که هر دوره هزار ساله یک تحولاتی رخ میده نمیدونم شیطان شکست میخوره از این اهورا از نمیدونم نور مسلط میشه بر تاریکی تاریکی مسلط میشه بر نور هر هزار سال یک بار این تحولات در جامعه رخ میده حالا چرا اتفاقی نیفتاده حالا هزار سال از این داستان گذشته ولی اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده مو بدان دور هم دیگه جمع میشن که ما چه بکنیم که اعتقاد مردم رو نسبت به دین و احکام دینی پایدارتر بکنیم اینا هفت نفر موبت بودند در جلسه که با هم صحبت میکردن به این نتیجه رسند که یکی از ماها باید کشته شه یا بمیره و بره به اون دنیا از ماجراهای آن دنیا برای ما خبرها رو یادداشت کنه یا ضبط کنه تو حافظش برگرده بیاد اینا رو به ما بگه که مردمی که امروز دارن این چنین زندگی میکنن اگه به اون دنیا برن چه میشه حاصلش چه هست؟ قرعه کشی میکنن میفته به اسم ارداویراف که یکی از همین موبدان بوده این ارداویراف خواهرش زنش بوده البته چند تا زن داشته که یکی از زنها خواهر خودش بوده زناش میان میگن آقا تا حالا شما دیدید که کسی کشته شه یا بمیره و برگرده اینم میکشید میره و ما میمونیم بدون آزوغه بدون زندگی یه فکر دیگری بکنید این هفت نفر دو مرتبه میشینن صحبت میکنن خود ارداویراف میگه آقا به من شراب گشت آسبی بدید بخورم که از این دنیا برم بیرون بعد وقتی از اون حال اومدم بیرون خبرای اون دنیا رو براتون میگم ظاهرا شراب گشت هم شرابی بوده که توش افیون میریختند و شخصی که میخورده سخت بیهوش میشده میفتده جناب موبد رو مقدار شراب گشت بهش میدن میخوره نمیدونم افیونش هم زیاد میکنن ایشون میفته به بیهوشی و چند روزی در حالت شبیه اقما یا خواب سنگین بوده و بعد از این خواب بیرون میاد دورش جمع میشن که خب چی دیدی میگه اول یه غذا میدید من بخورم گرسنگی دارم میمیرم بهش غذا میدن و میگه بله حالا من براتون تعریف میکنم من از زمین کنده شدم رفتم با آسمان در طبقه چندم آسمان ایزد آذر یعنی خدای آتش ایزد آذر آمد به استقبال من گفت ارداویراف ویراف خوش آمدی چقدر ما خوشحالیم که تو به اینجا آمدی بیا ما اینجا رو به تو نشان بدیم من از یک, من از یک جایی عبور دادند که یک مردمی رو دیدم در یک منطقه سرد میلرزیدند ولی همین فقط سردشون بود گفتم اینجا کجاست گفتن اینجا برزخه اینها کسانی هستند که ما هنوز نفهمیدیم ثوابشون بیشتره یا گناهشون بیشتره حالا آمدن اینجا بعد از چند وقت اینها راهی بهشت خواهند شد منو بردن در یک منطقه کوهستانی که دو تا کوه بود بین این دو تا کوه یه پل زده بودن از شمشیر و نوک تیز شمشیر جایی بود که شما باید پاتو بذاری روش گفتن ارداویراف ما باید بریم به اون طرف تا دوزخ و بهش رو به تو نشون بدی من گفتم من مگه میشه آدم پاشو بذاره روی لبه تیز شمشیر اسم این پل هم از پل چینود که بعدا شد پل سرات گفتن اردا ویراف تو آدم سوابکاری هستی تو آدم اهورامزا تو رو دوست داره خودش تو رو روی این پل نگه میداره من وقتی رفتم روی پل دیدم که زیر تو دره رودخانه ای از آتشه و ترس برم داشته بود اما از این پول من به راحتی عبور کردم ایزد آذر هم آمد دنبال من و منو بردن به دوزخ و تیکه تیکه نقاط مختلف دوزخ رو به من نشون دادن اینجاست که باید دیگه کتاب اردابیراف رو شما با دقت مطالعه کنی میبینی زنهایی که در اینجا دارن مجازات میشن برای اینکه بعضی از کارها و وظایف زندگی زناشوییشون رو انجام ندادند ما اونجا زنی میبینیم که بدترین مجازات ها داره میشه اغرب های متعددی دارن سینش رو نیش میزنن چه و چه میپرسه که این چه کرده که به این روز افتاده یعنی این بچهش رو شیر نداده جایی دیگه شما زنی رو ببینی که کلاگی سرش گذاشته و خاصه تقلب کنه خودشو تر از اونی که هست نشون بده به هر حال من وقتی این برنامه رو برای اون کار نخواهم گرفت مجموعه مجازات ها در دوزخ و مجموعه پاداش ها در بهشت کاملا تکلیف انسان ایرانی رو در مقابل مذهب روشن کرده و کاملا حدود احترام سطح زندگی شرایط زندگی یک زن رو هم میشه از توش داره بود که زن چه موجود بدبختی بوده تو این جامعه که اصلا حق نفس کشیدن نداشته حالا جزئیات بسیار زیادی داره که مربوط به برنامه فعلی ما نیست میخواستم این رو عرض کنم که روحانیت وقتی میاد با قدرت با قدرت و مرکز قدرت پیوندی وقتی من تمام شده متاسفانه ایجاد میکنه فساد آغاز میشه بقیه مسئله رو در جلسه بعدی برستون خواهم رسوند فعلا شب روستون بخیر